آیا مؤمن گفتند دروغگوی می شود؟ حبیبی خدا گفتند نه، گفتند مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدمی مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در سه حالت دروغ اجازت می دهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف، طرف دشمن ها و این طرف مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگن برای جای خود عوض کردن، که پیش از آنی که دشمن تو را کشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت دهم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم، اصلاحی بین دو نفر، چگونه که گفتیم یک آیله را برقرار کردن، یا دو برادری که با یک دیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش اینش تعریف کنیم و هر دینها را باز چکار کنیم، برادر همون اصلی گردانیم. سوم، میتوند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. اینا در اسلام اجازت دادن، مثل که برای راضی کردن دلی زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دستی من میآید، برای تو گوشواری تیلا و گردنبند تیلا خریده میدهم، برای دلی دمون زن به دست گرفتن اگر دروغ گوییم اجازت هست. یا گوییم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم، این دم اجازت است. ببین تا که در بین همین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند، وای با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیتی گوییم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است، گفتند یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود، باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، این قدر احادیث ها، این قدر آیت های قرآن نسوی پروردگار توبه میکنی که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند. و این برادری که نماز خوان شده است، یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین سه حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم، عوض کردن دندان پوسیده با تیلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه، برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گوییم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکی داملا محمدی هست، در فتواهای محمودی هم بسیار یک بیان خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندان ها مانا تیلا هم کنیم باکی ندارد. این اگر دندان های پوسیده داشته باشیم، خب دندان هایی که ما و شما را آزار می دهد اگر اونها را تیلا هم که کنیم زلالی ندارد، از روی ضرورت. لیکن از روی زیباگی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمی دهد. لیکن اگر شما گوییم که تیلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از تیلا هم بالا از قیمتش، فرفر میگوین یا که فاسفار میگوین چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید، تیلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است.